در قرنطینه موندن برای دو هفته در واقع از آلوده شدن افراد موسنتر یا کسایی که دچار مشکلات جسمی دیگه هستند جلوگیری میکنه و در نهایت جلوی انتشار این ویروس رو میگیره. کسانی که مشکوک به این بیماری هستند و یا از سفر از شهرها و کشورهایی میان که درشون شمار مبتلایان به این ویروس بیشتر بوده حتما باید خودشون رو برای دو هفته قرنطینه کنند اگه بهتون گفته شده باید خودتون رو قرنطینه کنید یعنی باید در خونه بمونید سر کار نرید مدرسه دانشگاه و به هیچ مکان عمومی نباید برید هیچ کس هم نباید به دیدنتون بیاد. اگه توی خونه تنها زندگی نمی کنید باید در اتاقی بمونید که تهویه هواش خوبه و سعی کنید همیشه در اتاق رو بسته نگه دارید. اگه سرویس بهداشتی خونه رو باید با دیگران مشترکن استفاده کنید سعی کنید آخرین نفری باشین که از سرویس بهداشتی استفاده میکنه و حتما و تمام وسایل بهداشتیتون رو هم از دیگران جدا کنید. آشقالاتون مثل دستمالها، ماسکتون و دستکشاتون رو توی دو کیسه تو در تو بذارید و درش رو محکم گره بزنید. اگه تنها زندگی میکنید سعی کنید وسایل مورد نیازتون رو تا اونجایی که میشه آنلاین تهیه کنید یا از دوستا و آشناهاتون بخواین بهتون کمک کنن براتون خرید کنن و بذارن پشت در خونهتون تا بعد شما اونها رو بردارید اگه هم در خونه با دیگران زندگی میکنید باید غذا رو براتون بذارن پشت در و بعد شما اون رو بردارید رعایت بهداشت، شستن دستا و در قرنطینه موندن مسئولیت شخصی هر کدوم از ماست که میتونه از انتشار سریع ویروس کرونا جلوگیری کنه.